قرار برسه ایتفان ارزالا لازم است چند نقطه را به اطلاع شما برسانه. یک، سانه بسیجی نبوده. دو، صبح 26 بهمن پسرخاله این جانب بدون اینکه من خبر داشته باشم داداشم شهید شده پدر منزل من میاد ازم عکس سانه میخواد. ما هم به خاطر فامیلی بهش دادیم و متاسفانه بعد از اون ایشون این فرد این عکس رو به ساتر خودشون میدن و اونو بسیجی قلم داد میکنن. من خودم هم روز دیدم کارتش رو درست کردم. خیلی ما رو تحت فشار گذاشتن گفتن اما حرف نزنید و چو از این چیزا. الان چند روز رو دار باشونم علی جان جنازش هم به ما نمیدن کاغ علی گن جنازش هم به ما نمیدن ما هنوز موندیم چیکار کنیم. اگر جنازش رو به ما ندن ما نمیریم ما تو سر خطش هم نمیریم. سنا عرضش این بود که مثل بهمن قبادی در خدمت ملتش باش. اونایی که به غیرت بودن سنا رو ول کردن دادمش دست دشمن ها. اونا بی غیرت بودن از عربای یاد نگرفت. ما فقط تحت فشاریم. پدر و مادرم میگن اینم نره اونم نکشه حرف نزنیم ولی این دسیسه رو تسر خاله من بود عکس ما رو برد و از این کارا. جدا از قانع ژاله کامیار از دوستان صمیمی سانه ژاله هم به صدای آمریکا گفت این کارتی که الان برایشون درست شد نجی تلویزیون پخش شد این کارت منم در عرض یک روز تهیه شده و حتی صحبت هایی که در مورد ایشون شد و گفتن که بسیجی هستن نخه ایشون هیچ رفتی به بسیج ندارن چون من شناخت کلی دارم از ایشون و از نزدیک با ایشون بودم میتونم بگم که چندین سال با ایشون بودم میتونم بگم از مخالفین بسیج بودن و جالبیش هم اینجاست که حتی مصاحبه‌ای که در مورد ایشون که گفتن از برادران بسیجی هستن نخه من کلا اینو تکذیب میکنم و آدمی بودم سربزیر و مبارز واقعا میشه گفت مبارز کسی بودن که اون آرمان اون خاصه ای که میخواستن به دست بیارن از طریق راه روشی که خودش دوست داشت و اون رایی که خودش انتخاب کرده بود میخواست به دست بیاره. به قول معروف خود حکومت این کار انجام داده خود حکومت جوان مردم رو کشته بلکه اینم اولیش نیست و آخریش هم نخواهد بود. همه ملت ما میدونیم همه ملت ایران و همه اهل کردستان خوب میدونن و همه مردم شهرستان پاوه خوب میشناسن ایشون رو. یکی دیگر از بستگان سانع ژاله که نخواست نامش فاش شود به صدای آمریکا گفت وزارت اطلاعات از بیم برپایی تظاهرات ضد دولتی در پاوه و سراسر کردستان ایران از درخواست خانواده سانع ژاله برای بازگرداندن پیکر فرزندشان خودداری کرده است. علی جوانمردی، صدای آمریکا، واشنگتن.